یار داره خود سیاوش و خطای فرزاده آشوبی اعلام شده. اکبر پور اشاره میکنه خودش میخواد ضربه رو بزنه. آشوبی بجای خطا کرد. با هم نگاه میکنیم، تماشاگران محمود فکری رو صدا میزنند. سیاوش اکبر پور رو ملاحظه میکنه، اون فکری هم گارد ضربه زدن گرفته، اما اکبر پور خودش ضربه رو میزنه و توپش از بالای دروازه به بیرون میره. توپش مدافعان پرسپولیس برخورد کرد و راهی کورنر شد. اولین کورنر این مسابقه، ضربه سیاوش اکبر پور برخوردش به مدافعان پرسپولیس و توپی که از سمت چپ برای دروازه فرستاده بشه. سانتش انجام میشه روی دروازه، یک دفعه ناقص مقدر بازیکن استقلال و توی دروازه امیرحسین صادقی حساب کار یک بر صفر میکنه و استقلال. اشتباه مدافعان پرسپولیس و گلی که تیم استقلال میزنه. استقلال 1 پرسپولیس 0. زنده گل امیرحسین صادقی. از سال 69 تا کنون نشده که تیمی گل اولو بزنه و بازی رو ببازه. ببینیم این بار تاریخ تکرار میشه یا خیر. خروج فرشید کریمی خوب نبود. کریم باقری ضربه سر رو زد و این امیرحسین صادقی است که دروازه رو باز میکنه. امیرحسین صادقی حساب کار 1-0 میکنه به نفع تیم استقلال. چرا شد بادامکی پاس در عمق میندازه برای نیکبخت، خیلی تند و تیز هست و مهدی رحمتی عزیز می توپ به بیرون بره. کورنر شده، سری بازی رو آغاز میکنه. توپ میاد بازه فرستادی و توی دروازه گل مساوی زده میشه تا رحمتی دیگه اینقدر خودش خونسرد جلوه نده. پرسپولیس 1 استقلال 1. در یک غافلگیری محض مهرزاد معدنچی دروازه استقلال رو باز میکنه. استقلال غافلگیر شد و مهرزاد معدنچی بازیکن شما 11 تیم پرسپولیس مقصر همیشگی فصل قبل، این بار پرسپولیس رو به گل تساوی میرسونه. کاملا غافلگیر شدن بازیکن استقلال. رحمتی که یک فصل بسیار خوب تا این لحظه سپری کرده، خیلی دیگه میخواست خودش راحت جلوه بده. اینجا ناکنی اصلا حواسش نبود به اتفاقاتی که داره میفته، بعد یه دفعه تا به خودش اومد توپ رفت توی دروازه‌اش. بدین شکل بهت مهدی رحمتی، توپی که روی دروازه فرستاده شد و گل تساوی برای تیم پرسپولیس رقم میخوره. استقلال 1 پرسپولیس 1. بازی پرگل و خوبی رو تا این لحظه شاهد بودیم. از این زاویه کاملا بسته توپو در دروازه عیف قرار داد. کلا بازیکن عجیب غریبیه، دروازه خالی رو گل نمیکنه، توپایی که هیچ کس نمیتونه گل کنه رو گل میزنیم. مهرزاد معدنچی، فرزاد آشوبی، بادامکی، پیروز قربانی در مقابلش پاس. حسین بادامکی یه بازیکن پیشو خیلی خوب برمی‌داره. بادامکی وارد محوطه میشه، پاس برای نیکبخت میندازه. حساب نیکبخت از بالای دروازه میشه که خطرناکی به بیرون میره. داوری آوانتاژ میده در میانه میدان، آوانتاژ خوبی داده در این مسابقه آلفونسو پرز، مقدم بازیکن پرسپولیس مهرزاد معدنچی و باورش نمیشه که اونجا اتفاقی رخ نداده. داور دستور به ادامه بازی میده. مهرزاد معدنچی بازم خود نیکبخت باشه محوطه توپ در اختیار داره، پاس در عام اونجا از دروازه بیرون میاد. مهرزاد معدنچی از فکری یه لحظه عبور میکنه، یه لحظه اشتباه مقدمه مهرزاد معدنچی، تک به تک با دروازه‌بان و توپی که راهی کورنر میشه. مهرزاد معدنچی اونجا عکس العملای رحمت صادقی هم در نوع خودش واقعا جالبه. من نیست چه رمز و راز اینا بین خودشون دارن. این لحظه ایست که توپ به بدن معدنچی برخورد کرد، تک به تک شد با دروازه‌بان و در آخرین لحظه سها نیک بخت رو با کنترل کرده. یه باسه عمقی رو میلوزه موقعت به بازی کنه پرسپولیس. بادامکی در محوطه جریمه و توپی که به بیرون میزنه. حسین بادامکی نزدیک گل دوم تیم پرسپولیس رو بزنه. پرسپولیس انصافا داره بهتر از استقلال کار میکنه. این فرار حسین بادامکی است و این توپش از کنار دروازه به اختلاف کمی به بیرون رفت. یه بازیکن پیش رو برمی‌داره، نیک بخت 3-3. حالا در عمق میندازه، مقدم بازیکن پرسپولیس هست در محوطه جریمه. بادامکی یه پاس رو به بیرون و مهرزاد معدنچی مانند خودش توپو خراب میکنه. مهرزاد معدنچی زنده تکل تیم پرسپولیس، بعد بازی رو
ترک کنه ضربه رو بزنه، ضربه محکم و کریم باقری توپو برمیگردونه. واسم برگشت تو بعد بازیکن پرسپولیس ساها توپو در گوشه زمین در سمت چپ در اختیار پک پاس در عمق عالی رو میندازه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس تک به تک با دروازه ما یک ضربه چی و توپی که توی دروازه قرار میگیره. اکبرپور اشاره میکنه که همه دفاع جلو هستن و پرسپولیس می‌بینید چه پاسی داد این ساها، فوق‌العاده بود این پاس، فرار دیدنی مهداد اولادی، تک به تک شد به دروازه‌بان و انصافا خیلی خوب زد ضربه‌شو از بالای سر دروازه‌بان توپ بدین شک در درون وارد گل کنم، چون دیدم که ایشون اومدن جلو، گفتم بهترین راه اینه که بتونم از رو سر گلر این توپ رد کنم. من فکر کنم خواست خدا بوده و غیر از این چیزی نیست، فقط میگم خواست خدا بوده. ضربه دیدنیه مهداد اولادی و توپی که در درون دروازه قرار گرفت. این هم خوشحالی منحصر به فرد اولادی. علیزاده بازم بلند، فرشید کریمی رها میکنه توپ بره توی دروازه، به هیچ کس هم نخورد، ضربه دروازه اعلام میشه. بله کاملا متن قانون بازیکن اگر مستقیما توپ اوت رو به داخل دروازه بزنه و به کسی برخورد نکنه ضربه دروازه محسوب میشه که کاملا مشخص است. بله توپ ملازمه به هیچ کس برخورد نکرد. حسین کاظمی سانت بلند و روی دروازه، کریمی بیرونی از دروازه توپو مشت میکنه و برمیگردونن بازیکن پرسپولیس. امیرآبادی فرزاد آشوبی موقعیت بازیکن پرسپولیس 4 در مقابل 4 هستن، یه پاس در عام آفساید نیست، مهرداد اولادی تک به تک میشه با دروازه بان و توپشو به بیرون میزنه. چقدر خط دفاعی استقلال داره پر اشتباه نشون میده. حتی معذرت میخوام، ضربه رو حسین بادامکی زد، این پاس فرزاد آشوبی بادامکی بود که حرکت کرد در موقعیت تک به تک قرار گرفت و یک تکل به موقع دروازه تیم استقلال رو